با درود بسیار فراوان به شما بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می کنم به دنباله برنامه گذشته تحت عنوان استفاده صحیح از تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت. بله، طبق آمار به دست آمده 70% نوجوانان 16 تا 17 سال در اتاق خود یک تلویزیون اختصاصی دارند و اگر بچه ها در اتاق خودشان تلویزیون داشته باشند روزانه حدود 1 ساعت بیشتر پای تلویزیون می نشینند. مسائلی که والدین امروزه با آنها سر و کار دارند با مسائل نسل گذشته بسیار متفاوت است. پدر و مادرها در گذشته نیاز به بحث و گفتگوهای تمام نشدنی نداشتند که کدام بچه می تواند تا چه ساعتی تلویزیون تماشا کند و چه برنامه‌ای برای او مناسب می باشد و یا اینکه چند دقیقه مجاز است جلوی تلویزیون بنشیند. والدین می بایست با برقرار کردن نظم و مقررات از کودکان خود حمایت کنند و مانع آوارگی و آلودگی ذهنی آنان توسط رسانه‌های گروهی شوند. و اکنون باید بیاموزیم که چگونه خردسالان خود را مستقل بالا بریم. فرزند شما هرقدر بزرگتر می شود در می یابد که شخصیتی جدا از شما دارد. با رشد فرزندتان انجام کارها توسط خودش اهمیت پیدا می کند و این توانایی باید از دوران خردسالی در کودکان پرورش یابد. بچه ها باید بیاموزند آن طوری باشند که زندگی می کنند. بچه ها وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی کنند می آموزند که بزدل باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی کنند می آموزند که در خود احساس گناه کنند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. با تشویق اعتماد را می آموزند. با پاداش در زندگی با استعداد بودن را می آموزند. با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با تأیید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند، حقیقت را می آموزند و نیز انصاف را، دفاع از حقوق را، دوستی و محبت را و در نهایت در دنیای امن زندگی کردن را می آموزند.